با یه جستجوی ساده کلی کانال زبان آلمانی میتونی پیدا کنی. اما کانال آلمانی با میشل همه ی مباحث زبان آلمانی رو پوشش داده. تازه آموزش آلمانی با لهجه خود این کشور رو یاد میگیری، چون مدرسش تحصیل کرده یه بهترین دانشگاه اتریشه. موزیکای فارسی رو با زیرنویس همزمان فارسی و آلمانی میتونی تو کانال آلمانی با میشل ببینی. داستانهای آلمانی با گویندگی خود مدرس و ترجمه اون که میتونی قسمت شنیداری زبانت رو عالی کنی. با عضویت در یوتیوب و کانال تلگرام آلمانی با میشل پیشرفتت رو تو زبان آلمانی احساس کن. سلام دوستان، خسته نباشید. پروژه بزرگ زبان آلمانی رو شروع میکنیم. فصل دوم، جلسه 14، موضوع ما صفات، قسمت 8. طبق روال همیشگی یه مروری میزنیم بعد درس قبل. در مورد استثناهای صرف صفات ما هم صحبت کردیم، در مورد ا ها، ال ها، در مورد صفت هخ، در مورد اسامی که به عنوان صفت قبل اسم میاد و آخرشون ا اغ هست. اما امروز میخوایم در مورد صفات افزایشی صحبت کنیم. اما صفات افزایشی چی هست؟ خب من یه مقداری رو نوشتم که توی وقت صرفه‌جویی کنیم، بقیهش رو با هم دیگه می‌نویسیم. صفات افزایشی صفاتی هستن که بخوایم چیزی رو با یکدیگر مقایسه کنیم. سه حالت از صفات افزایشی ما داریم. یکی صفات معمولیه، به عنوان مثال Das Haus ist groß. یه صفت مقایسه‌ایه که بهش میگن چی؟ کمپاراتیو، که مثالش هم هست Das Haus ist größer، یعنی خونه بزرگتره. وقتی میگیم خونه بزرگتره یعنی ما داریم این خونه که مد نظرمونه هستش رو با یه خونه دیگه‌ای مقایسه میکنیم. Das Haus ist größer. اما صفات تفضیلی یا superlativ که در زبان فارسی ترین هم بهش اضافه میکنیم، به عنوان مثال Das Haus ist am größten، یعنی خونه بزرگترینه، یعنی حد اکثر اون میزانی که در نظر مخاطب هست و یا گوینده. خب جداگونه همه رو توضیح میدیم. صفات مقایسه‌ای اولین فرم از صفات افزایشی هستند و چیزهایی رو توصیف میکنند که برابر نیستند. صفات مقایسه‌ای مطابق این فرم ایجاد میشن. ادیکتیو پلوس ار کمپاراتیو، یعنی ما صفت رو به علاوه ار که بکنیم کمپاراتیو یا همین صفات مقایسه‌ای ایجاد میشه. ساختار صفت مقایسه‌ای کمپاراتیو هم به این صورته که ما کمپاراتیو رو می‌نویسیم، یه دونه آلس میذاریم به علاوه نومن یعنی اسم. به عنوان مثال کوین رنت شنل آلس ماکس. ببینید کمپاراتیو رو ساختیم با ار که شده شنل به علاوه یه آلس به علاوه نومن یه اسم که اینجا ماکسه. یا لیزا است کلاینر آلس ماریا. کمپاراتیو رو ساختیم صفت به علاوه ار آلس ماریا. بذار من این ار ها رو هم با یه رنگ جداگونه نشون بدم که شما بدونید که این فقط صفت نیست، صفت مقایسه ایه. خب جمله اول کوین رنت شنل آلس ماکس، یعنی کوین سریعتر از ماکس میدوه. و لیزا است کلاینر آلس ماریا، یعنی لیزا کوچکتر از ماریا است، لیزا قدش کوتاهتر از ماریا است. اما استثناهای صفات مقایسه ای، خب ما چه استثناهایی در صفات مقایسه ای کمپاراتیو داریم؟ صفاتی که آخرشون ال باشند
در کمپاراتیو حذف می شوند. یعنی چیشون حذف میشه؟ ای اونا حذف میشه، یعنی یه جورایی مثل درس قبل. پس صفاتی که آخر آن حروف چی باشه؟ ار باشد، چیش حذف میشه؟ حرف ای آن حذف می شود. حرف ایش حذف میشه. به عنوان مثال ادل ببینید آخرش ال، من گفتم ار، ای بابا، ادل آخرش ال و زمانی که بخوایم کمپاراتیوش رو بسازیم میشه ادلا. ببینید میشه ادلا. ا رو حذف کردیم و اف رو هم که بهش اضافه کردیم. یا مثال دیگه همین زنزیبل یعنی چی؟ یعنی ادل یعنی چی؟ ادل یعنی گرانبها، با ارزش. زنزیبل یعنی چی؟ شما بگید. حساس. خب ال داره، اش رو حذف میکنیم، ا رو حذف میکنیم، یه دونه ای اقم بهش اضافه میکنیم، چه میشه؟ زنزیبلا. زنزیبلا، درسته؟ یا مثال دیگه دونکل یعنی چی؟ یعنی تاریک. دونکل یعنی تاریک. ببینید آخرش ال داره، ا رو حذف میکنیم، یه دونه اغ هم بهش اضافه میکنیم، چی میشه؟ دونک لا. یا خب بذارید فکر، فلکسیبل یعنی چی؟ یعنی انعطاف پذیر. آخرش چی داره؟ آخرش ال داره، ا رو حذف میکنیم، یه دونه اغ بهش اضافه میکنیم، چی میشه؟ فلکسیبلا. خب این استثناهای کمپاراتیو بود، یعنی اگه ما یه دونه ال آخر صفت داشتیم چی میشه بچه ها؟ ا رو حذف میکنیم و خیلی راحت در کمپاراتیو بهش ا اغ رو اضافه میکنیم. البته خب من خواستم یه جورایی به ترتیب باشه. همون استثناء رو در مورد حرف ا اغ هم داریم، یعنی اگه ما صفتی که آخر حرفش ا اغ باشه، باز هم مثل درس قبل چیکار میکنیم؟ ای اون رو حذف میکنیم. خب حالا مثال هاشو هم میزنیم. به عنوان مثال خب تویا یعنی چی؟ یعنی گرون. ببینید ا اغ داره، ا رو حذف میکنیم، یه دونه ا اغ هم بهش اضافه میکنیم، چی میشه؟ میشه توی غا. یا زاوا یعنی چی؟ یعنی ترش. ا اغ داره، اش رو حذف میکنیم، ا اغ کمپاراتیو هم بهش اضافه میکنیم، چی میشه؟ زاو غا. یا اصلا زاوبا. زاوبا یعنی چی؟ یعنی تمیز. خب ا اغ داره،
ا رو حذف میکنیم، یه دونه ا کمپاراتیو هم بهش میچسبونیم، میشه زاو باغا یا زاو بغا. زاو بغا یا زاو باغا یعنی چی؟ یعنی تمیزتر، پاکیزه تر. خب این یکی دیگه از استثناهای کمپاراتیو بود. اما تک بخشی های صفات، یعنی صفاتی که تک بخش هستند، معمولا حروف او، او و آی اونها املاوت دار میشه. به چه صورت؟ بذارید اینجا فارسیشو براتون بنویسم. صفاتی که تک بخشی هستند اغلب حروف آ، او یا اوی آنها چی میشه؟ املاوت دار میشه. املاوت دار میشوند. املاوت دار یعنی چی؟ یعنی بالاشون دوتا نقطه قرار میگیره. الان بهتون مثالاشو میگم. به عنوان مثال گروس. خب گروس اگه به صورت مقایسه‌ای بخوایم بگیم چی میشه؟ خب بذارید من این فونتش رو علل حساب عوض کنم چون اذیت میکنم. خب گروس، ای بابا، خب املاوت دارش میشه گروستا، ببخشید گروسا. گروسا چی میشه؟ املاوت دار میشه و اوی اون به صورت او میشه. گروسا. یا کلوگ یعنی چی؟ کلوگ یعنی چی؟ کلوگ یعنی باهوش. کلوگا ببینید، کلوگا یعنی باهوشتر. ببینید یک بخشه گروس، یک بخش. بخش ها رو در زبان فارسی که بلد بودید، مثلا بابا، با، با، دو بخشه. گروس، گروس. کلوگ، کلوگ. یک بخش اینا. یا یه مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، آلت. آلت یعنی چی؟ آلت در زبان آلمانی این صفت دو معنی میده، یکی کهنه، یکی قدیمی و پیر. آلت. خب این چی میشه؟ میشه التا. التا یعنی چی؟ یعنی قدیمی تر، کهنه تر، پیر تر. پس صفاتی که تک بخشی هستن اغلب حروفشون حروف صدادار آ، او، او املاوت دار میشه. خب اینم از صفات مقایسه. اما صفات تفضیلی، ببینیم چند دقیقه شده، 13 دقیقه. خب صفات تفضیلی رو من توی جلسه بعد بهتون میگم. امیدوارم که تا 2 هفته دیگه فصل اول لااقل آموزش های فصل اول تمام بشه که ما بریم دیگه توی مثال ها. پس تا جلسه بعد یعنی فردا شنبه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. چیز بیستان.